שלום לכם גבירותיי ורבותיי, האורח שלנו הפעם, כמאל פנחסי, הוא בעצם עורך ומוציא לאור של העיתון בשפה הפרסית שהיד, שהוא מתפרסם כבר שנה השביעית. אני חושב שנכון, לא טעיתי? שנה שביעית. שנה שביעית, ומדי חודש זה ירחון. הוא מעדיף לדבר בשפה הפרסית, ואנחנו בהחלט מכבדים את מה שהוא מבקש. אורי פנחסי, שלום. שב בחיר. אבא לשומע. חיל מאמנו. שומע סרדביר שהיידי. בואי שזה שומע. כוי שוכנם. דר רג'י שהייד. چند ساله؟ هفت ساله؟ همونجور که گفتید مجله شهیاد قریب به هفت ساله که انتشار پیدا کرده. چه شهرهایی پخش میشه؟ به طور کل میتونیم بگیم سراسر کشور، از شمال تا جنوب. ما در شهرهایی مثل خلون، تل اویو، بطیام، رمتگن، خدر و حتی اشدود مرکز پخش داریم و نه مرکز فروش، چون مجله به طور مجانی. این مجانیه؟ مجله به طور مجانی به دست تمام هموطنان ایرانی که ساکن این شهرها هستن میرسه. بله. البته ما مشترکین هم داریم که براشون مثلا امکان نیست یا مقدور نیست براشون که بتونن به مرکز پخش ما برن، میتونن با دفتر مجله تماس بگیرن و ما مجله رو براشون پست میکنیم. و بازی با اجازه شما توضیح کوچیکی میدم در مورد مجله که کسایی که هنوز نمیشناسن بتونن آشنایی بیشتری پیدا کنن. شما سردبیر شهیاد هستین؟ با اجازه شما. خواهش می‌کنم بفهمید. البته من وظیفه سردبیری به عهده گرفتم و مدیریت مسئول مجله را. همکاران دیگه هستن که با ما در دفتر مجله همکاری دائم و مستمر و ماهیانه دارن. بله. البته طی این 7 سال خب در سطح اداری و کلی مجله تغییراتی پیش اومده. بله. چه از لحاظ کادر فنی و چه از لحاظ سطح انتشاراتی مجله. همونجور که میبینید امسال ما دیگه مجله را به سطحی رسوندیم که بشه گفت در تمام سطح کشور اسرائیل تا حد امکان و تا اونجا که ممکنه خوانندگانی که مایلن بتونن مجله را بگیرن. بر تیراژ مجله اضافه کردیم، ماهیانه قریب به 3000 تا 3500 تا هر ماه به انتشار میرسه و با امید خدا و با کمک هموطنان عزیز انشالله بتونیم صفحات مجله هم پیشرفت بدیم. این که مجانیه به قول خودتون. بله. خرج مجله از کجا؟ این اصلا کسی به شما کمک میکنه؟ طی این 7 سال سعی ما بر این بوده که به طور کل خودمون بتونیم روپای خودمون وایسیم و اگه بتونیم مجله را از طرف تبلیغه؟ 100% خرج مجله از تبلیغات و آگهی تجاری. بله. تعیین میشه و ما نمیخوایم که یک سازمان یا یک ارگانی پشت ما باشه به صورت مثلا بودجه یا کمکایی که البته خود مردم طی مدت چندی بار مثلا درخواست کردن که بخوان یک کمکای مالی به ما بکنن. بله. و ما هر بار گفتیم که خواهش میکنیم کمکاتون به صورتی باشه که در ازای اون یک آگهی یا یک تبلیغاتی چیزی رو شما بگیرید. و همونجور که عرض کردی کل خرج مجله از طریق آگهیاش تامین میشه. آگهی تبلیغات. بله. خلاصه آقای پنخاسی، من یکم متوجه شدم واقعا سرمقاله خیلی جالبه. بله. اونایی که تقریبا 30 سال 20 سال 40 سال اینجا زندگی میکنن شهیاد میبینن میخونن، فارسی یادشون نرفته. در این مورد من بعد شما فارسی اصلا حفظ میکنی؟ این زبان فارسی اینقدر شیرینه باید حفظ بشه. بله. من فقط خواستم بدونم من مزیدتون متوجه شد تعجب کنید اگه بفهمید که در بین همکاران ما اشخاصی هستن که 30 سال ساکن اسرائیل هستن. بله. جزو همکاران ما تو مجله و باور کنید فارسی حرف زدنشون کمتر از من نیست. یعنی به عبارت دیگه کسی که دوست داشته باشه میتونه این زبون و این فرهنگ رو حفظ کنه. به طور کل مقالات ما هر ماه شامل مقالات مختلف و متنوعی مثل ادبیات، شعر، داستان‌های گوناگون، مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی حتی. این اواخر حدود چند ماهه که ما برای اشخاصی که خب میشه گفت نسل دومن یا به گفته دیگه ممکنه که یکمی سطح فارسیشون توش تغییراتی پیش اومده. بله. صفحه عبری اضافه کردیم. عبری. و در این صفحه عبری ما سعی میکنیم که آخرین اخبار و رویدادهای فرهنگی، هنری، اجتماعی، سیاسی ایرانیان ساکن اسرائیل و حتی ایرانیان تمام دنیا. بله. در اون متمرکز و مندرج بشه. با اجازتون آقای کمال پنخاسی، ما یه انتراک کوتاهی برای خانم سوزان روشن، یه آهنگ قشنگ برای شما انتخاب کردیم.